سلام دوستان وقتتون به خیر و شه یک تجمع بی سابقه در طول تاریخ در این روزها در منطقه ما داره اتفاق میفته که هر سال ما یک بار داریم رزمش میکنیم تکرارش میکنیم تمرینش میکنیم نکات بسیار مهمی داره از جمله اینکه خیلی ها را عصبانی کرده است وحشت زده کرده است بعضی از دوستان من به خصوص اونهایی که ممکن هست اعتقادات مذهبی نداشته باشن با خودشون میگن آقا این داستان چرا انقدر بزرگش میکنی یه داستان مذهبیه یه ده 15 میلیون آدم هم جمع شدن دور هم بلن شما این کربلا از ملیت مختلف شو پیچیده چرا میکنی در دنیا هم جاهای دیگری هست همایش های برگزار میشه مراسم های برگزار میشه میتینگ های برگزار میشه یه خواننده میاد یه چیزی میخونه یه جمعیت زیادی میرن اونا هم هست شما اینو خیلی پیچیده نکن دوستان عزیز فکر میکنم از هر زاویه ای بخواهید به مسئله نگاه بکنید یکی از بی سابقه ترین اتفاق ها که به شدت به شدت در رأس همه دشمنان ما سعودی ها را کلافه کرده داره اتفاق میافته شما یک ارتش سایبری سعودی در فضای عرب زبان و فارسی زبان شاهد هستی تو همین چند هفته پیش داشت دست و پا میزد بگی که تصاویر قاسم سلیمانی را در اراق به آتش کشیدن بله در اراق خیلی ها هستن که در کنار داعش ایستادن در عراق صدامی ها هستن که آرزوشون سر به تن ما نباشه در عراق کسانی هستن که در کنار اسرائیل و عربستان ایستادن چرا باید عکس قاسم سلیمان رو دوست داشته باشن معلوم که عکسش آتیش میزنن مثلا کشف و بزرگی کردی نه دوستانی آنجا داریم دشمنانی هم داریم دشمنان ما اگر بتوانند دوست دارن سر به تن ما نباشه توی همچین شرایطی که اینها به شدت تلاش میکنن فضای رسانه‌ای منطقه رو ضد ایرانی نشون بدن، اتفاقاتی داره میفته که به شدت سعودی سوزه به شدت سعودی ها رو کلافه کرده چون شما یک همدلی بین ایرانی ها و عراقی ها رو می‌بینی. اینا هر روز تولید محتوا میکنن که دو تا ملت با هم دشمن باشن امروز شما فیلم ها و تصاویر می‌بینی که حیرت آوره یک عراقی بلند شده رفته دوربین گرفته استش کنار یه ایرانی واسطه میگه بعضی ها به کشور ما انتحاری میفرستن این اومده اینجا داره کفش مردم رو واکس میزنه این ایرانیه این ایرانی مشابه اونهایی نیست که میان بمبگذار میفرستن کشور ما برعکسش هم هست ایرانی ها فیلم گرفتن از همدلی های عجیب و غریب عراقی ها حالا من البته فیلمایی که میخوام بذارم اگه شما پیگیر اربعین باشید دیدی من رفتم سعی کردم پر مخاطب در نو، پر بازی ترین ها و ناب هایی که خیلی دست و دست شده اونا رو پیدا کنم بیارم با هم دیگه بررسی بکنیم مقدمه نمیگم فکر کنم تا همینجا کافیه بریم سراغ فیلم هایی که در رسانه ها منتشر شده ببینیم که حال و هوای جایی که به آن کربلا میگوییم و مسیری که به حرم حضرت عشق منتهی می شود این روستا چگونه است یک تصویری روی صحبت من دارید مشاهده میکنید با این کپشن در رسانه ها منتشر شده ویدیوی مهمان نوازی برادران عراقی از زوار ایرانی ببینیم بخشی از حال و هوای این روستای عراقی هاست زندگی خودشون رو همه چیز خودشون رو و این محدود به یک جریان خاص میشه حالا تصاویر مخالفین خودمون یا کسانی که از فحش دادن به ایران دارن پول در میارن اونا رو منتشر میکنن که اونا هم اومدن خادمی کسانی که راه افتادن در مسیر اربعین ببینیم ویدیو اول رو بعد ویدیوهای دیگر و عکسایی هست که با هم خواهیم دید ای خوان ایرانی الان اهل شمال حیاکم الله خیلی خوش اومدی و مثن جمیل حسابق عصیر و یوکی حشد سهل از انشاءالله انشاءالله احنا هل کربله خیر خب این ویدیو رو با هم دیدیم یک ویدیوی سال گذشته منتشر شده بود مشابه همین داستان اگر دوستان تدوینگر من موفق شدن تساویش رو پیدا کنن روی صحبت من قرار میدن خلاصه داستان این بود که وزیر کابینه عراق در حال حرکت بوده متوجه میشه که یک جماعتی از خیابان سرگردان هستن زائرانی سرگردانن خب آقا یه چند دقیقه صبر بکنی یه موکبی پیدا میشه یک چای پیدا میشه اینا خدمت هستی بکنه نه نمیخواد صبر بکنه اون وزیر این زائرانی که ایرانی بوده اند رو سکنا میده در خانه خودش اونجا محلی رو برای پذیرایی اینها فراهم میکنه مشابه این ویدیوها زیاده ویدیوی بعدی که روی صحبت من مشاهده میکنید تصویری هست از یک به صلاح خودمون نمیدونم چه اسمی کار ببرم یه جاهایی میخوام بگم نظامی ها میخوام بگم ماموران مثلا امنیتی و نظامی ها اینا اجازه بدید بگم خادمین زوار خادمین زوار پیاده روی صحبت من دارید مشاهده میکنید فردی که در ظاهر او رو در قامت یک نظامی میبینیم نظامی که معمولا با یک پرستیژ خاصی یک جایگاه خاصی شناخته میشه ولی اینجا روی زمین نشسته به زواری که میرسه و از کنارش عبور میکنن خواهش میکنه تمنا میکنه برای اینکه اجازه بدن کفشای اونها رو واکس بزنه ببینید ویدیو رو بزنیم. این بخش کوچکی از چیزی هست که این روزها در ماجرای اربعین داریم مشاهده میکنیم باز یادآوری میکنم ساعت ها میشینن وقت میذارن یه تولید محتوا بتونن بکنن یه توییت بتونن بزنن از عربستان سعودی داخل مرکز اعتدال که حال ایرانی ها از عراقی ها و برعکس به هم بخوره بتونن دشمنی رو رقم بزنن این روزها در داورترین روزها سانی ها و ساعت ها برای عربستان سعودی و تک تک سایبری هایی که میخوان در منطقه دشمنی بین ایران و ملت ها باشه داره اتفاق میفته شکنجه آوره تک تک این تصاویر شکنجه من از دوستان خودم خواهش میکنم اگر کسی اعتقادات مذهبی نداره تا الان احساس میکرده خیلی این چیزهایی که من میگم رو متوجه نمیشه من ازش خواهش میکنم رفیق من این جنس از تصاویر رو هر کجا دیدی کمک کن دیده بشه کمک کن اون کسانی که در ار مرکز اعتدال و جاهای دیگه نشستن دارن کمک میکنن ایرانی ها و عراقی ها دشمنی بینشون به وجود بیاد ملت ها از هم حالشون به هم بخوره ببینن که این مرزها در هم شکسته مرزی وجود نداره همه ای ما یک دل هستیم در یک مسیری در حرکتیم دشمنی ها هم کنار گذاشته شده اگر چیزی وجود داشته من این دشمنی ها که دارم میگم اشاره دارم می کنم به اختلافات درون جریانت شی در عراق همه یک لحظه چشم بستن اومدن تو این مسیر کمک بکنید که این محتوا دیده بشه همه متوجه بشن که ماجرا به شکل دیگری در منطقه ما داره رقم میخوره فیلم دیگری در رسانه ها منتشر شده این فیلم اشاره داره به اجازه اید من برای شما بیارم بله فیلم رو روی صحبت هم مشاهده میکنید چون این فیلم ها عمدتا مداهی یا آهنگ روش گذاشته شده یا نواهایی گذاشته شده برای اینکه به اصطلاح خودمون زیبا ترش بکنه من مجبور هستم صدا رو قطع بکنم اینها زائرین ایرانی هستن به یک منزلی رفتن در ناصریه اعضای اون خانواده و اعضای آن خانه به شدت تلاش کردند که به زائران حضرت سید و شهدا خدمت رسانی بکنن حالا زمانی که دارن میرن ایرانی ها از این جنس از همدلی و از این جنس از معرفت و شعور این خانواده گریهشون گرفته یک نفر این رو مشاهده میکنید دختر بچه اون خانواده هم در مقابل اینها ایستاده داره گریه میکنه این از جمله چیزهایی است که این روزها در ماجرای اراق و در پیاده روی که شاهدش هستیم بسیار زیاد دیده میشه تاثیر دیگری روی صحبت من دارید مشاهده میکنید بله این هم تصاویری هست از خدمت رسانی عراقی ها سعی کردن انواع و اقسام پذیرایی های رنگارنگ رو بیارن پذیرایی هایی که به نوعی به زواری که پیاده در حرکتن مسیرهای بسیار طولانی رو پیاده در حرکتن برای اینکه این رزمایش آخر و زمانی رو رقم بزنن این عکس رو دیدم خیلی از کاربرهای شبکه های اجتماعی منتشر کردن دو نفر رو نشون میده ایستادن البته ایستادن که نه نشستن کنار یک آقا پسری که یک کتری جلوش هست دو سه تا دونه به اصطلاح خود اون استکان و قند و شکر و چیزهای این شکلی جلوشه و تاکید کردن گفتن اگر موکب های از این دست رو دیدین که یک عزیز دلی یک دوستی یک فردی یک دوستار امام حسین یه گوشه تنها نشسته یک موکبی را انداخته توی اون موکب شاید لزومن خیلی بساط پرزرگ و برقی هم نبینیم شاید لزومن خیلی چیز خاصی هم نبینیم اون موکب ممکن هست صرفا یه دونه پاش آب آورده باشه اینا رو فراموش نکنید اینارو رو هم... هرچند میدونم دوستان من حواسشون هست همه توجهشون به این مسائل هست ولی خب دیدم کارورهای یاداوری کردن دوست داشتم که من هم بهش اشاره داشته باشم تاثیر دیگری هست روی صحبت‌های من دارید مشاهده پاکبان پاکبانهای کشورمان از مشهد تا تهران و دیگر نقاط دی از این عزیزان سعادت پیدا کردن که خادم حرم حضرتش باشند تو کربلا حضور پیدا کردن در این مسیر در جهت خادمی به مردم رفتن این مسیر روز به صلاح خودمون برای زوار تلاش میکنن که جارو بزنن تمیز بکنن و کمک بکنن که یادم هست زمانی که پیاده روی اربعین خیلی اوج گرفته بود در دولت حسن روحانی به جای که آفرین بگن یکی از مشاورینش یک پستی فرستاد گفت ببینید چقدر آشغال ریختن آقا جمعش میکنن اینایی که ریختن رو جمعش میکنن تو این همه این جمعیت چند میلیونی که اندیشگرای آمریکا علیهش میاد مطلب مینویسه رو شما ندیدی بعد اون آشغال هایی که خود همین ها جمعش خواهم کرد دارید میبینید این عزیزانی که میبینیم عمدتا حضور پیدا کردن برای اینکه این مسیر به همراه عراقی ها دیگرانی که میآیند به همراه خادمینی که هستن تمیز باشه به اصطلاح خودمون همه چیز خوب باشه بعد جالبه رو همین حضور اینها هم در شبکه های اجتماعی جماعت بی اومدن کنایه هایی زدن که آقا نگاه بکنید این خادمین رو به اصطلاح خودمون رفتگرها رو فرستادن عراق و کربلا و چیزهایی از این دست من خدمت شما خلاصه عرض کنم خیلی از این عزیزان که راهی شدن تأکید کردن گفتن ما اصلا پول نمیخوایم بگیریم من دارم برای امام حسین میرم میخوام این چیزی که دارم انجام میدم مرخصی برای من رد بکن اینو مرخصی رد کن من دارم میرم خدمت امام حسین اینم چیزایی است که البته خب متاسفانه این بخشش خیلی رسانه ای نمیشه تصویر دیگری روی صحبت من مشاهده می‌کنید. این تصویر مربوط هست به مقتدا صد خود گروه صد هم آمدن به اصطلاح خود اون امکانات خودشون رو در این مسیر آورن در کنار دیگر گروه ها برای اینکه خدمت رسانی بکنن به زائران که حضور دارن تصویر بعدی که روی صحبت من مشاهده میکنید تصویری هست از رئیس بنیاد مستضعفان پرویز فتا از این عکس‌ها از این وقت خیلی زیاد می‌بینیم چهره‌های سیاسی با انگیزه‌های مختلف ممکن است برای شعاف اومده باشن ممکن است برای تبلیغ اومده باشن ممکن است نه به دلایلی که حالا انگیزش میتونه بعدا مورد بحث قرار بگیره اومدن حضور پیدا کردن تصویری است که مشاهده می‌کنید در یکی از موکب‌ها حضور پیدا کرده مشابه این عکس از ها هم هست دوستان من اگر منتشر می‌کنم هدفم تبلیغ برای افراد نیست یه مثال از مقتدا زدم یه مثال از ایران زدم یه مثال دیگه هم میخوام از یک چهره عراقی بزنم که ببینید گروه های مختلف چهره... چهره, های مختلف با انگیزه های مختلف در این مسیر هستن بازم یادآوری میکنم این عکس ها احتمالا به زودی خیلی بیشتر خواهد شد و من چهره های شناخته شده یه دیگری رو هم مجبور میشم برای شما تصاویرش رو منتشر بکنم این هم عکسی هست که به عنوان تصویر عادل عبدالمحدی نخست وزیر سابق عراق در رسانه ها منتشر شده که در این مسیر حضور پیدا کرده و به اصطلاح خودمان تصویر او را در پیاده روی اربعین میبینیم یک عکس دیگری هم البته این ویدیو رو دوست داشتم قبلش ببینیم حالا اون عکس هم میرسیم این ویدیو هم از جمله ویدیوهایی است که منتشر شده من خیلی این ویدیو رو دوست داشتم یک کودک رو داره نشون میده این کودک به اصطلاح خودمون نگاه میکنه این راه رفتن رو به زور داره انجام میده هنوز پستونک دهنشه بعد یه سینی به دستش داده شده کودک داره خدمت رسانی میکنه به زواری که در مسیر هستن اجازه من صدای این ویدیو رو قطع بکنم بله روی صحبت های من این تصویر رو دارید مشاهده میکنید امروز عکس هایی از نوع تربت، تربیت عجیب و غریب کودکان در کشورهای مختلف شما میبینید که در خود خودش شوکه کننده و حیرت آوره در همه تربیت هایی که داریم ازشون صحبت میکنیم این رو تلاش میکنن به انسان ها یاد بدن که آقا باید بزن در روی زندگی بکنی آخر و زمانه اگر میخوای موفق باشی اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشی اگه میخوای کلاهت پس معرکه نباشه باید بزن در روی زندگی بکنی فردگرا شدیم به شدت خودمحور شدیم به شدت دنیامون داره به این سمت حرکت میکنه در یه همچین شرایطی شما یک نظم متفاوتی رو داری میبینی که داره از همون کودکی به افراد توضیح میده که باید در خدمت دیگران باشی ما با ملیتش کاری نداریم ما با نژادش کاری نداریم ما با اینکه به صلاح خودمون پیرو کدام مذهب یا دین هست کاری نداریم ما موظفیم که خادم دیگران باشیم دنیای ما اتفاقا به همین نیاز داره این مدلی که در 40 سال یک بار داره مشق میشه اگر در همه جای دنیا اتفاق بیفته زمانه ما عوض خواهد شد اجازه بدید تصاویر بعدی و فیلم های بعدی رو با هم دیگه ببینیم بله این هم ویدیویی هست از این ویدیوها خیلی زیاده یک کاربر ایرانی میگه من وارد به اصطلاح خودم عراق که شدم توی یک خودرو زمانی که سوار شدم راننده متوجه شده من ایرانی ام برای من مداهی بنی فاطمه رو پخش کرده مداهی ایرانی پخش کرده خودش هم شروع کرده به خوندن اجازه بدید بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم بله خیلی خوب مجبورم صداشو قطع بکنم میترسم حق کپی داشته باشه بله توی این خودرو مشاهده میکنین که همشون هم نوا با هم دارن میخوانند نوایی رو که ایرانی هست مدل این هم خیلی زیاد مشابه این در شبکه های اجتماعی منتشر شده کاربرها دارن به اصطلاح خودمون نشان میدهند افرادی رو که به لحاظ سبک زندگی و فرهنگ بعضی هاشون خیلی به ما شبیه بعضی هاشون خیلی با ما متفاوتن ولی آمده در خدمت کسانی که میدونن اختلاف نظرهایی بین خودشون و اونها وجود داره خیلی طولانیش نمیخوام بکنم فکر میکنم تا همینجا کافی هست باز هم تصاویر و فیلم های اگر باشه خدمت شما حتما منتشر خواهم کرد یک هفته قبل از همین ماجرا تلاش میکردم بگن که حملات مسلحانه ای به ایرانی ها در عراق صورت گرفته آقا شما پاتون باید از عراق بریده بشه اینجا یه جمعیت چند ملیتی ما حس خوبی نسبت بهش نداریم حالا همون کارهایی که خودمون میکنیم انجام دیاد مسابقات جام جهانی داریم هم و همدلی مثلا ملت ها رو به شیوه مختلف داریم این چیه راه انداخته اینجا اینو ما متوجهش نمیشیم خیلی حس خوبی نسبت ترسناک به نظر رسه در دنیا سانسورش میکنیم گاوازی پوشش میدیم نمیدونم جشنواره پرتاب گوجه پوشه اینو من احساس میکنم که نیاز نیست پوشش داده بشه حس خوبی نسبت بهش ندارم هنوزم اندیشکده ها به من ایده ای ندادن که من هم بتونم درش حضور پیدا بکنم پس فعلا سانسور شما هم به نظرم به سرش که حداقل درگیر نباشید اگر دقت بکنید در حوزه رسانی و سایبری اینو دقیقا دارن روش مانو میدن دقیقا دارن روش کار میکنن بخش سعودی ها هستن بخش سایبری هایی هستن که از جنس من و شما در تهران نشوندن طرف امام حسین هم ممکنه دوست داشته باشه بهش توضیح بدن که نه این حرکت ها یزید زمانه و یزید های زمانه علیه حسینن ما اگر میخوایم رژیم آخوندی رو زمین بزنیم باید بساط اینا رو جمع بکنیم اینا تو عراق همچین رژه‌ای نداشته باشن با حربه های مختلف دارن تلاش میکنن افرادی رو پایکار نگه دارن برای اینکه زیرا به این مراسم بخوره این رو فراتر از مذهب ببینید این ماجرا رو چیزی فراتر از ملیت ببینید این یک شاهکار بین المللی هست که تحولات دنیای آخر و زمانی ما رو عوض خواهد کرد نکته دیگه ندارم اگر احساس که این نکته هست حتما برای من بفرستین و باز یادآوری میکنم هر ویدیوی مشابه این در شبکه های اجتماعی دیدین در حد توان بازنشر کنید به کوری چشم دشمنان ایران به کوری چشم سعودی ها به کوری چشم آن کسانی که دوست ندارن همدلی ما و دیگر ملت ها رو ببینن دوست ندارن ببینن که ملیت هایی در کنار هم جمع شدن حتما به بازنشر ویدیوهای از این دست که داره در شبکه های اجتماعی منتشر میشه کمک بکنید اگر نکته داشتین در قالب پیام برای من بفرستین وقتتون بخیر